لمس مساوی خطر مرگ. خیلیاتون شاید فکر بکنید که من دارم توی این ویدیو اغراق میکنم یا اینکه دارم یک چیز فضایی بهتون میگم برای اینکه ادامه بدید و ویدیو رو ببینید. بی نهایت این ماده که میخوایم راجبش صحبت بکنیم خطرناک است و شما بدون اینکه بدونید هر روز بارها و بارها بهش دست میزنید و یا اینکه یه گوشه کتابخونه‌تون گذاشتید، روی کتاباتون گذاشتید که آخر ماه بررسیشون بکنید، یا دست بچه‌ها میفته، بچه‌ها باش بازی میکنن و خودتون اکثراً بعد از اینکه بهشون دست زدید هم دستاتون رو نمیشورید و ادامه میدید و کارهاتون رو انجام میدید. ویدیو رو با دقت ببینید برای اینکه این مسئله‌ای هستش که بی نهایت خطرناکه. تحقیقات خیلی زیادی راجبش انجام دادن. سعی میکنم تو کامنت ها چند تا سورس براتون بذارم، اگر که دوست داشتید میتونید بیشتر بخونید. پس سلام به کانال مدی مایند، خیلی خوش اومدید، مرسی که اینجایید، مرسی که من رو تماشا میکنید. لطفاً همین الان ویدیو رو لایک بکنید برای اینکه به بیشتر دیده شدنش کمک میکنه و اگر فکر میکنید که اطرافیانتون رو اونقدر دوست دارید که بهشون این موضوع رو تذکر بدید، حتما ویدیو رو باشون به اشتراک بذارید. آیا تا حالا به این فکر کردید که فیش‌های خریدی که بعد از خرید دستتون میدن میتونه خطر جدی برای سلامتیتون داشته باشه؟ شاید هم باورش سخت باشه، اما تحقیقات علمی که کردن نشون داده که این فیش ها حاوی ماده شیمیایی به اسم BPA هستن که میتونه عواقب خطرناکی برای بدن ما داشته باشه. حالا بیاییم ببینیم که این مواد اصلا چه چیزهایی هستن. فیش های خرید معمولا از کاغذ های حرارتی ساخته میشن و این نوع کاغذ برای چاپ به جوهر نیاز نداره. به جای اون لایه از مواد شیمیایی روی سطح کاغذ وجود داره که با گرما واکنش نشون میده و نوشته رو ایجاد میکنه. یکی از اصلی ترین مواد شیمیایی که توی این کاغذ ها استفاده میشه BPA یا گاهی BPS هست که این مواد به شدت مضر هستند. حالا ببینیم که BPA چیه. BPA یک ماده شیمیایی مصنوعیه که اغلب در تولید پلاستیک و رزین ازش استفاده میکنن. این ماده در کاغذهای حرارتی نقش تثبیت کننده رو داره و کمک میکنه که نوشته ها روی کاغذ قابل مشاهده بشن، ولی مشکل اینجاست که BPA میتونه از طریق پوست شما به راحتی جذب بشه و وارد جریان خونتون بشه. اثرات BPA روی بدن ما چه چیزی هست؟ یک، مهم، مداخله در سیستم هورمونی. BPA یک مختل کننده غدد درون ریزه، یعنی میتونه عملکرد طبیعی هورمون ها رو مختل بکنه. بعدی، اختلالات هورمونی. این ماده شباهت زیادی به هورمون استروژن داره و میتونه تعادل هورمونی بدن شما رو به هم بزنه. تحقیقات نشون داده که BPA میتونه باعث کاهش کیفیت اسپرم در مردان و مشکلات باروری در زنان بشه. اثراتش بر مغز و سیستم عصبی هم خیلی جنجال برانگیزه. تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد انجام دادن نشون داده که قرار گرفتن مدام در معرض BPA میتونه باعث کاهش حافظه و مشکلات شناختی بشه. توی کودکان این ماده میتونه رشد طبیعی مغز رو تحت تاثیر قرار بده. مطالعاتی که توسط مؤسسه ملی بهداشت آمریکا انجام شده نشون داده که BPA میتونه خطر ابتلا به سرطان‌های مرتبط با هورمون‌ها رو هم افزایش بده. تأثیرش بر سلامت قلب و عروق هم که از هیچ کسی پوشیده نیست. BPA میتونه با افزایش فشار خون باعث اختلال در عملکرد قلب شما بشه متاسفانه. حالا یک تحقیق جالبی انجام دادن روی صندوقداران فروشگاه‌های مختلف و منتشرش کردند و مشخص شده که سطح BPA در افرادی که به طور مداوم با این فیش‌ها یا قبض‌ها سر و کار دارن تا 10 برابر بیشتر هست از افرادی که تماس کمتری با این مواد دارن. یه مطالعه دیگه توی دانشگاه میشیگان انجام دادن و نشون داده که وقتی که پوست انسان با فیش‌های خرید حاوی BPA تماس پیدا می‌کنه، تنها در عرض 5 ثانیه این ماده می‌تونه شروع به جذب شدن بکنه. متأسفانه خیلی از شرکت‌ها به جای BPA از BPS استفاده می‌کنن که توی تحقیقات نشون میده این ماده به اندازه BPA خطرناکه و حتی مقاوم‌تر در برابر تجزیه شیمیایی هم هست،
چه کسایی بیشتر در معرض خطر هستن؟ صندوقدارهایی که توی فروشگاه مختلف کار میکنن، آدمایی که روزانه تعداد زیادی از این فیش ها رو لمس میکنن، بعدی زنان باردار. این ماده میتونه از جفت عبور بکنه و روی رشد جنین تاثیر منفی بذاره. کودکان و نوجوانان بدنشون به دلیل سیستم ایمنی و هورمونی حساس تری که داره بیشتر در معرض آسیب قرار میگیره و افرادی که این فیش ها رو بازیافت میکنن، تماس مداوم با این مواد در فرایند بازیافت میزان بی پی ای رو افزایش میده. حالا بیاین ببینیم که چطوری میتونیم از خودمون و عزیزانمون محافظت بکنیم و به بی پی ای ها دست نزنیم. این بخش ویدیو خیلی مهم هست. اولین چیزی که هست انتخاب فیش های دیجیتال خیلی باب شده، به خصوص حالا فکر می‌کنم خارج از ایران. اگر که تو ایران هم هست حتما بنویسید برام تو کامنت ها. یه مثال براتون میزنم، اگه وارد زارا بشید اون اپلیکیشن رو اگر رو گوشیتون داشته باشید بهتون یه کیو آر کدی میده و فروشنده ها اکثرا بهتون این رو پیشنهاد میدن که اگر فیش رو نمیخوای اون کیو آر کد رو اسکن میکنن و تمام خریدتون روی اپلیکیشن گوشیتون میاد بدون اینکه قبض یا فیشی دستتون بدن. از لمس غیر ضروری اینها پرهیز بکنید. اگر لازمش ندارید اصلا قبول نکنید، به فروشنده بگید که خودش بندازتش دور. دستاتون رو حتما بعد از لمس فیش های خرید با آب و صابون بشورید. اگر توی شغلتون مجبورید که با این فیش ها و قبض های خرید سر و کار داشته باشید حتما از دستکش استفاده بکنید و توی کیف پولتون این فیش ها رو نگه ندارید. چرا؟ چون میتونه به سایر اشیا مثل کارت های بانکی هم خیلی راحت منتقل بشه این بی پی ای که در این فیش ها وجود داره. متاسفانه این فیش های خرید چیز خیلی ساده‌ای به نظر میرسن، اما واقعیت اینه که همین موارد ساده میتونن تاثیرات جدی روی سلامتی ما داشته باشن. لازم نیست بترسید، ازشون آگاه بشید. از الان که این ویدیو رو دیدین خودتون و اطرافیانتون، کودکانتون رو از این خطر حفظ بکنید. من خیلی وقتا میبینم پدر مادرها چون میخوان سر بچهشون رو گرم بکنن بعد از خرید این فیش رو میدن دست بچه که باهاش خوش باشه، کمکی بازی بکن که سرش گرم بشه و اونا بتونن راحت خرید رو توی ماشین بذارن یا هر چیز دیگه. اگر نیاز دارید که اون قبض یا فیش رو نگه دارید، من معمولا با گوشی ازش عکس میگیرم اگه لازم داشته باشم و بعد اون فیش رو دور میندازم. مواظب خودتون باشید. همین چیزهای کوچیک هستن که در انتهای راه میتونن یک خطر جدی ایجاد بکنن. پس محافظت از خودمون توسط خودمون شروع میشه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. و یک موضوعی که خیلی جنجال برانگیز شده چای کیسه‌ای هست. این ویدیویی که این بالا میذارم رو ببینید، برای اینکه 0 تا 100 راجع بهشون صحبت کردم و بهتون گفتم که چای کیسه‌ای که استفاده میکنید چقدر میتونه برای سلامتیتون خطرناک باشه.